به نام خدا، فاطمه پوربهمن هستم، مدرس دانشگاه، فارغ التحصیل مدرک دکترای شیمی تجزیه. با آموزش مبحث طیف سنجی اتمی اتمیک اسپکتروسکوپی در مؤسسه فرادرس در خدمت شما هستم. هدف از این مجموعه آموزش آشنایی دانشجویان عزیز با مفاهیم طیف سنجی، فنون اتم سازی و بررسی تمام ویژگی ها و مشخصه های آنها است. در این آموزش ما مباحث مرتبط با طیف سنجی اتمی رو صحبت خواهیم کرد که همطور که مشاهده می فرمایید در فصل اول روی طیف سنجی نشتی اتمی شعله و پلاسما صحبت خواهیم کرد. که مرور مطالبی که در اینجا صحبت خواهیم کرد به این ترتیب هست که با توجه به اینکه طیف سنجی نشتی به عنوان یک وسیله کمی و کیفی از توانمندی بالقوه برخوردار هست، بنابراین این بحث رو شروع می‌کنیم. اینکه چرا از توانمندی بالقوه برخوردار هست؟ چون هر عنصری رو میتونید شما وادار کنید که در شرایط مناسب طیف مشخصه خودش رو نش کنه. متاسفانه منبع برانگیختگی واحدی هم وجود نداره که شما بتونید همه عناصر رو به شیوه بهینه برانگیخته کنید، که در این فصل ما طیف سنجی نشتی شعله و پلاسما رو به صورت همزمان مورد بررسی قرار میدیم. چرا؟ چون از لحاظ سیستم ورود نمونه و دستگاهوری به صورت مشابه عمل میکنند، که حالا در این بین نشت شعله‌ای به عنوان اولین فن طیف شیمیایی اتمی مورد بررسی قرار میگیره. چرا؟ چون این فن نه تنها ساده ترین روش طیف سنجی اتمی هست، بلکه قدیمی ترین هم هست. حالا علاوه بر نشت شعله، به ترتیب با روش های نشت شعله دیگری هم به وجود اومدن، رشد و توسعه پیدا کردن، مثل روش های مثل قوس و جرقه که به منابع برانگیختگی پر انرژی تری بودند، یا به تدریج ما با روش های جذب اتمی آشنا شدیم که وارد بازار شدن و باعث کاهش نقش نشت شعله ای شدن. در حال حاضر نشت شعله ای کاربرد کمی داره و برای عناصری مثل فلزات قلی که به راحتی برانگیخته میشن استفاده شد. به مرور روش‌های جدیدتری مثل پلاسما هم وارد بازار شدند که منابع پلاسما پر انرژی تر از شعله‌های عادی بودند و بازده اتم سازی و حتی درجه برانگیختگی بالاتری داشتند، حد تشخیص پایین‌تری را برای عناصر فراهم می‌کردند. به این ترتیب با منابع برانگیختگی جدیدتری آشنا شدیم که حالا ما این فصل رو میایم ابتدا روی مشخصه های منابع ایدئال صحبت می‌کنیم، تمام ویژگی‌های یک منبع ایدئال رو مطرح می‌کنیم و روی شعله صحبت خواهیم کرد، فرایندهای احتراقی، ساختار شعله، دما، نشت طیف زمینه، وارد بحث پلاسما خواهیم شد، انواع پلاسما، مشخصه‌های پلاسما رو صحبت خواهیم کرد و به این ترتیب گزیده مطالبی که در این فصل صحبت خواهیم کرد رو خدمتتون ارائه کردیم. اولین موردی که در این فصل روی اون صحبت خواهیم کرد مشخصات یک منبع نشتی ایدئال است. در طیف سنجی نشتی منبع نشت رو تا کار انجام میده. اول اینکه انرژی لازم برای اتمی کردن آنالیت با کارایی بالا رو برای شما فراهم میکنه. در واقع باید بگیم که به طور ایدئال بالاترین کارایی اتم سازی 100% کارایی اتم سازی هست، ولی این کار ساده ای نیست و به این راحتی هم اتفاق نمیفته. مورد دوم این که منبع شما باید انرژی لازم برای برانگیختگی عنصر یا عناصر مورد نظر رو داشته باشه. بنابراین دو تا ویژگی اصلی که در یک منبع نشتی ایدئال باید وجود داشته باشه، یکی اتم سازی ایدئال هست و دوم این که منبع برانگیختگی ایدئالی رو داشته باشه. علاوه بر این دو تا ویژگی که خدمتتون عرض کردیم، منبع مورد نظر ما باید انرژی برانگیختگی که داره توسط کاربر قابل کنترل باشه. این کار برای چی هست؟ این کار برای این هست که در واقع بهینه سازی شرایط منبع رو برای تعیین عناصری که به راحتی برانگیخته میشن یا حتی عناصری که انرژی برانگیختگی بالایی دارن امکان پذیر بکنه و به راحتی برانگیختگی صورت بپذیره. مورد بعدی این که اتم سازی و برانگیختگی باید در یک محیط شیمیایی بی اثر رخ بده.
تا چه اتفاق میفته؟ تا تشکیل ترکیبات و نشر زمینه رو به حداقل برسونه. مورد بعدی، وقتی که در واقع تشکیل ترکیبات و نشر زمینه به حداقل میرسه، انرژی کافی و محیط شیمیایی بی‌اثر، مزاحمت‌های شیمیایی، فیزیکی و طیفی که در بسیاری از فنون اتمسازی وجود داره کاهش پیدا می‌کنه. حالا من که در طیف سنجی نشری مورد پسند هست، علاوه بر این ویژگی‌ها باید توانایی پذیرش نمونه ها رو به صورت جامد، مایع، گاز با کمترین یا حتی باید بگیم که اگه ایدئالش رو در نظر بگیریم بدون آماده سازی شما بتونید به راحتی نمونه رو مورد استفاده قرار بدید. و اینکه نمونه شما باید تحمل نمونه ها با گرانروی بالا یا حتی دارای حلال های عالی یا حاوی ذرات درشت رو داشته باشه، یعنی به طور کلی باید شرایط محلول و حلال های متنوع رو بتونه تحمل کنه و بتونه به راحتی با همه حلال ها سازگاری داشته باشه و بتونه به راحتی از همه نمونه ها استفاده بکنه. مورد بعد این که منبع شما باید شرایط اتمسازی و برانگیختگی تکرارپذیر رو ایجاد بکنه، که وقتی برانگیختگی تکرارپذیر رو ایجاد میکنه، امکان آنالیز چند عنصری و تک عنصری دقیق و صحیح رو فراهم میکنه. و در نهایت این که به این ترتیب وقتی که نتایج تجزیه صحیح و دقیقی رو شما داشته باشید، این دستگاهی که مورد استفاده قرار میدید از نظر خرید و نگهداری باید ارزون باشه و در نهایت کار کردن باهاش ساده باشه. خب لازم به ذکره که حالا همه منابعی که معرفی میکنیم خدمتون در این صرفه است، همه ویژگی های منبع ایدئال که در اینجا مطرح شد رو ندارن، ولی خب بسیاری از این منابعی که مطرح میشن به ایدئال ها نزدیک هستن و در واقع دلیل اصلی تداومشون هم نزدیک بودن به این ایدئال ها هست. خب حالا ما همینطور که در ابتدای فصل گفتیم، علاوه بر نشر اتمی، شما یکی از دستگاهایی که در طیف سنجی میتونید مورد استفاده قرار بدید جذب اتمی هست. حالا یه مقدار روی اصول نظری یا تئوری جذب و نشر صحبت میکنیم. در واقع اگر باید توضیح بدیم خدمتتون، باید بگم که وقتی که شما صحبت از جذب و نشر میکنید، وقتی که منبع انرژی در واقع برای شما تأمین میشه، الکترون های شما در جذب اتمی از حالت پایه به حالت برانگیخته انتقال پیدا میکنند و این الکترون ها که از حالت پایه به حالت برانگیخته انتقال پیدا میکنند، باعث میشه که اون تابش یا انرژی که به محیطتون داده شده صرف برانگیختن مولکول میشه و ماده کل انرژی تابشی که باعث شده الکترون ها از حالت پایه به حالت برانگیخته انتقال پیدا کنند رو همراه با جذب اتفاق خواهد افتاد. بنابراین کل انرژی تابشی شما صرف جذب تابش میشه. ولی در نشر اتمی که در واقع بحث اصلی این فصل هست و روی طیف سنجی نشری صحبت میکنیم، شما اگر هزاران اتم هم به صورت الکترون از حالت پایه به حالت برانگیخته انتقال پیدا کنند، بعضی از این همه الکترون هایی که از حالت پایه به حالت برانگیخته انتقال پیدا کردند مثل جذب تابش نیست، بلکه بعضی از این الکترون ها مجدداً از حالت برانگیخته به حالت پایه برمیگردن و در حین برگشت به حالت پایه یه مقدار فوتون از خودشون آزاد میکنن که در نتیجه بعد از آزادسازی فوتون به حالت پایه برمیگردن، که به این ترتیب ما میتونیم یه مقایسه بین حالت جذب و نشر داشته باشیم و مقایسه کنیم که در جذب کل انرژی تابشی شما جذب میشه و تمام الکترون ها از حالت پایه برانگیخته انتقال پیدا میکنن و اون انرژی تابشی شما صرف برانگیخته شدن میشه، ولی در حالت نشر اتمی به این ترتیب نیست. در حالت نشر اتمی وقتی که ذرات برانگیخته یون ها، اتم ها یا مولکول های شما وقتی که همراه با انتقال الکترون از حالت پایه به حالت برانگیخته هستند، یه مقدار از انرژی خودشون رو به صورت فوتون که در اینجا میبینید به تراز های پایین تر برمیگردونن و به این ترتیب نشر اتمی و در واقع نشر اتفاق میفته.
خب مبحث بعدی که در رابطه باش صحبت میکنی منابع تابشی است که در بحث طیف سنجی نشری میتونه مورد استفاده قرار بگیره. باید خدمتتون عرض کنم که به منظور در واقع تبعیت از قانون بیر لامبرت، شما پهنای مؤثر طول موجی که به نمونهاتون تابیده میشه، این پهنای مؤثر پیک مؤثر در واقع بین 2000 تا 5000 نانومتر باید باشه. از طرفی هم باید بگیم که هیچ مونوکروماتوری شما نمیتونید پیدا کنید که طول موج مورد نظر رو با این پهنا دنبال کنه. بنابراین در بحث طیف سنجی ما دنبال منابعی هستیم که طول موج مورد نظرمون رو با پهنایی در همین حد تولید کنه. حالا از جمله منابعی تابشی که مورد استفاده قرار میگیره، یکی لامپ کاتود توخالی هست که به عنوان یک منبع تابش در طیف سنجی مورد استفاده قرار میگیره. مورد بعدی لامپ تخلیه بدون الکترود هست و مورد آخر هم که لامپ گرادیان حرارتی هست. لامپ کاتود توخالی و لامپ تخلیه الکترود رو که به طور مفصل صحبت خواهیم کرد و تصاویرش رو در اسلایدهای بعد خواهید دید. فقط اینجا خدمتتون عرض کنم که لامپ گرادیان حرارتی همینطور که از اسمش مشخصه، تو این لامپ ها فقط از حرارت دادن استفاده میشه و اون حرارت دادن باعث میشه که نمونه تحت شرایط خاصی برانگیخته میشه و طول موج مورد نظر رو از خودش ساطع میکنه. اولین لامپی که در رابطه باهاش صحبت میکنیم و اینجا میتونید تصویرش هم به صورت واضح کامل ببینید، همینطور که میبینید در این لامپ شما یک آنود تنگستنی میبینید که اینجا دارید، اینجا شکلش رو میتونید ببینید و اینجا هم بیشتر مشخصه. این آنود تنگستنیتون هست که این آنود تنگستنی و یک کاتود هم دارید. این کاتود رو هم میبینید، اینجا هم کاتود رو میبینید، این هم کاتودتون هست که جنس کاتودتون از جنس فلزی هست که باید اندازه گیری بشه و یا اینکه میان سطح کاتود رو با اون فلز پوشش میدن. حالا این کاتود و آنود همینطور که میبینید داخل یه محفظه شفاف هستن. شفاف بودنش رو اینجا کاملا میتونید ببینید که پنجره کوارتسی هم دارا هست. در واقع اینجا در داخل یه پنجره کوارتسی هست و اینجا هم میتونید ببینید. من جزئیات رو اینجا شمای واقعی رو براتون گذاشتم و اینجا با جزئیات کامل میتونید ببینید. آنود، کاتود که در داخل یک محفظه کوارتزی هستند که محفظه شفافی هم هست و شفاف بودن رو اینجا میتونید ببینید. که حالا داخل این مجموعه گاز بی‌اثر آرگون یا نئون با فشار 1 تا 5 تور عبور میکنه و اختلاف پتانسیل 300 ولت هم بین کاتود و آنودتون جریان پیدا میکنه و در واقع جریانی هم در حد میلی آمپر هست که مربوط به یونیزه شدن گازهای بی‌اثرتون که حالا اینجا گاز بی‌اثر شما آرگون هست. حالا این یون‌های شما در این میدان الکتریکی انرژی زیادی پیدا می‌کنن، با سرعت زیادی به سطح کاتود برخورد می‌کنن و موجب کنده شدن اتم‌های فلزی از سطح کاتود میشن که این کنده شدن الکترون‌ها رو ما بهش میگیم چی؟ اسپاترینگ یا بیرون اندازی. حالا برای اینکه اسپاترینگ رو بهتر ببینید من اینجا پدیده بیرون اندازی یا اسپاترینگ رو نشون میدم خدمتتون. میبینید که وقتی که جریان عبور میکنه و اتم‌های فلزیتون کنده میشن از سطح کاتود، اینجا این اتفاق میفته. به صورت کاتودها خروج پیدا میکنن و به این ترتیب شما این فرایند بیرون اندازی رو خواهید داشت. این اتم هایی که کنده میشن که اینجا میبینید در حالت برانگیخته هستن و هنگام برگشت به حالت پایه از خودشون تابش نشر میکنن که این تابشش رو اینجا میتونید ببینید و به صورت نشر ما میبینید. حالا این شکل استوانه‌ای که شما این کاتودتون داره باعث میشه که تابش در محدوده کوچکی از فضا متمرکز بشه و همینطور اتم‌های کنده شده مجدد بیان رو سطح کاتودتون تهنشین بشن تا عمر لامپ کم نشه. توی این لامپ کاتود توخالی حتی اگه شدت جریان عبوری هم از لامپ زیاد بشه، شما به خاطر اثر داپلری که به وجود میاد در نتیجه خط نشریتون پهن میشه. همچنین توی لامپ کاتود توخالی چون جمعیت حالت پایتون زیاد میشه، یعنی یه تعداد زیادی از اتم ها توی حالت پایه به وجود میان، پدیده خودجذبی هم وجود داره که باعث میشه خط نشریتون کم بشه.
تا اینجای بحث ما روی لامپ کاتود توخالی یا هالو کاتود لامپ ها صحبت کردیم که به عنوان HCL یعنی مخفف هالو کاتود لامپ ها هستند صحبت شد. حالا لامپ جدید دیگری که خدمتتون معرفی خواهیم کرد لامپ های تخلیه بدون الکترود هستند که به عنوان الکترود لس دیسشارج لامپ ها معرفی میشن که در واقع به عنوان EDL معروف هستند، مخفف واژه الکترود لس دیسشارج لامپ. خب همطور که مشاهده میفرمایید EDL ها یک منبع اتمی خیلی شدیدی هستند که تابش هاشون هم 20 تا 50 برابر بزرگتر از تابش های HCL هست و در EDL ها که هم در طیف فلورسانس میتونه مورد استفاده قرار بگیره و هم جذب اتمی برای عناصری مثل ارسنیک، سلنیوم، تلوریوم و جیوه که شدت HCLشون پایین هست مفید هست و به عنوان یک لامپ مناسب مورد استفاده قرار میگیره. حالا همینطور که در تصویر مشاهده میکنید EDL ها یک لوله کوارتسی هستند که این لوله کوارتسی درزبندی شده و از یک گاز بی اثر با فشار چند تور و مقدار کمی از یک فلز یا نمک یک فلزی که طیف مورد نظر درش وجود داره تشکیل شده در واقع که این لامپ در یک میدان شدید فرکانس رادیویی یا RF یا میدان ریزموج قرار داده میشه. برای آغاز تخلیه، فرایند تخلیه که در این لامپ میخواد اتفاق میفته، برخی از اتم‌های گاز بی اثر از سیمپیچ تسلا عبور میکنن و در واقع از سیمپیچ تسلا استفاده میشه تا بتونید یونش رو با استفاده از اتم‌های گاز بی اثر ایجاد کنید. بعد این الکترون‌هایی که ایجاد میشن با استفاده از یک میدان با فرکانس بالا شتاب داده میشن و انرژی لازم رو کسب میکنن تا باعث بشن که اتم های دیگری که توی محیطتون هم وجود داره یونیزه بشن و به این ترتیب گرمای ایجاد شده بیاد فلز یا ترکیب فلز رو بخار بکنه که این بخار در اثر برخورد های دیگری که وجود میاد برانگیخته میشه و تولید طیف اتفاق میفته. باید در نظر داشته باشید که در این لامپ چون فشار گاز و دما پایین هست اثرات پخش شدگی کوچیک هست و خطوط طیفی هم که ایجاد میکنه خطوط طیفی باریکی هست. خب به این ترتیب این هم لامپ دومی بود که ایجاد شد. فقط یه موردی که لازم هست اینجا خدمتون عرض کنم، ما ابتدای بحث لامپ گرادیان حرارتی رو هم مطرح کردیم که گفتیم یک منبع خطی جدیدی هست که باید در نظر داشته باشید میتونه برای عناصری با فعالیت بالا مورد استفاده قرار بگیره. فقط میخوام اینجا یه مقایسه بین لامپ تخلیه بدون الکترود EDL و همون لامپ گرادیان حرارتی هم داشته باشیم که باید در نظر داشته باشید که لامپ های گرادیان حرارتی شدت خطوطشون مثل خطوط EDL هست و حتی گاهی خطوطی که تولید میکنند باریکتر هم هست و این خودش به عنوان یه حس در نظر میگیره یا حتی زمان گرم شدنی که در لامپ های گرادیان حرارتی استفاده میشه خیلی کوتاه‌تر هست. بنابراین لامپ های گرادیان حرارتی هم مثل همین لامپ EDL میتونه برای عناصری مثل تلوریوم، سلنیوم و ارسنیک که در جذب اتمی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن مورد استفاده باشن بدون هیچ گونه مشکل. مورد بعدی که روی اون صحبت میکنیم دمای اتم ساز هست. در بحث دمای اتم ساز باید دقت داشته باشید که نه تنها بر جمعیت اتم های حالت پایه از طریق کارایی اتم سازی تأثیر گذار هست بلکه اتم های برانگیخته هم از طریق ضریب بولتزمن تحت تأثیر هستند و میتونید اینجا ضریب بولتزمن رو ببینید که میبینید دما به عنوان یک پارامتری هست که بر جمعیت اتم های حالت پایه و برانگیخته و به تبع بر روی کارایی اتم سازی تأثیر گذار هست. حالا من جدولی رو اینجا براتون آوردم که اگر به این جدول دقت کنید میبینید که ضریب بولتزمن در دماهای متفاوت و انرژی های برانگیختگی متفاوت ارائه شدن و ملاحظه میکنید که در پلاسماهایی که بالاترین ضریب بولتزمن رو دارا هستند با توجه به یونش بالایی که اتفاق میفته ولی همچنان چی انرژی های برانگیختگی میتونن
کم باشن و میبینید که انرژی ها مقدار قابل ملاحظه کم هستن. حالا این در طول موج 200 تا 500 نانومتر است. اگه دقت کنید در طول موج 600 و 700 نانومتر هم این موردی که خدمتتون عرض کردم قابل مشاهده است و در ضریب بولتزمن بالا همچنان انرژی های برانگیختگی مقدارهای کمی هستند. خب مورد بعدی که روی اون صحبت خواهیم کرد، ما در این فصل دستگاه جذب اتمی با منبع نور پیوسته یا تک لامپی رو هم معرفی میکنیم که این دستگاه جزء لاینفک بسیاری از آزمایشگاه های کنترل کیفی هست و میتونیم بگیم که به عنوان انقلابی در بحث اسپکتروسکوپی یا تیف سنجی مورد بحث قرار میگیره و شما با کمک این تکنیک صنایع مختلف مثل محیط زیست، نفت و گاز، آزمایشگاه های پژوهشی، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز پزشکی، صنایع غذایی و حتی آزمایشگاه آب و فاضلاب هم روزانه هزاران نمونه رو برای اندازه‌گیری غلظت فلزات مختلف آنالیز میکنن که حالا متداول‌ترین دستگاه جذب اتمی که مورد استفاده میشه از این مدل کنترل AA800 هست از کمپانی جنا آنالیتیک که نخستین و تنها دستگاه جذب اتمی هست که اتومایزر شعله و کوره هست و منبع نور پیوسته ای داره و 67 عنصر از جدول تناوبی رو با استفاده از این دستگاه جذب اتمی میتونید مورد آنالیز قرار دهید. خب از مزایای این دستگاه جذب اتمی میتونیم بگیم که این دستگاه یک دستگاه جذب اتمی هست با رزولوشن بالا که از منبع نور پیوسته درش استفاده میشه. ضمناً این دستگاه به عنوان یک روشی هست که آنالیز سریع چند عنصری رو امکان پذیر میکنه که قیمت مناسبی داره و ضمناً راه اندازی دستگاه نیز خیلی راحت هست. دستگاه دارای دقت و حد تشخیص بالایی هست که هزینه کار با دستگاه هم پایین هست و در واقع میتونیم بگیم که هزینه لامپاش هم و هزینه کارکرد کمتری رو هم نسبت به دستگاه‌های دیگر دارا هست. دیگه اینکه در با رابطه با لامپ زنونی که این دستگاه مورد استفاده قرار میگیره از هزینه لامپایی که نسبت به دستگاه دیگر هست هزینهش کمتره، هزینه کارکرد کمتری رو هم نسبت به بقیه لامپا داره و ضمناً پایداری این لامپ پایداری بالایی هست و بسیار پایدار هست و طول عمرش در حدود 2000 تا 3000 ساعت هست و برای همه عناصر قابل اندازه‌گیری است و به راحتی پاسخ میده و حتی گاهی وقتا برای بسیاری از نافلزات نیز قابل کاربرد هست و میشه به راحتی ازش استفاده کرد. از دیگر مزایای این دستگاه میتونیم بگیم که قدرت تفکیک مناسبی داره، اندازه‌گیری های مؤثر و دقیقی رو میتونه انجام بده. نشت زمینه‌ای رو در این دستگاه نداریم و حالا دیگر ویژگی های دیگری که این ویژگی ها رو ما به عنوان ویژگی های یک منبع ایدئال در ابتدای فصل خدمتتون معرفی کردیم. بنابراین دستگاه جذب اتمی به عنوان یک اتم ساز ایدئال و به عنوان یک منبع اتمی ایدئال میتونه مورد استفاده قرار بگیره. حالا این دستگاه در اینجا تصمیم داریم روی اتم سازهایی که در جذب اتمی میتونه مورد استفاده قرار بگیره صحبت کنیم. قبل از اینکه اتم سازها رو خدمتتون معرفی کنیم، منابع تابشی که در این دستگاه جذب اتمی استفاده میشه همون منابع تابش لامپ کاتود توخالی و لامپ تخلیه بدون الکترود هست که در ابتدا صحبت کردیم. حالا اتم سازهایی که در اینجا استفاده میشه، یکی اتم ساز شعله‌ای هست، مورد بعدی اتمسازهای غیر شعله‌ای هستند و در نهایت اتمسازهای شیمیایی که حالا روی هر کدوم از این اتمسازها صحبت خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. اولین موردی که روی اون صحبت میکنیم منابع نشت اتمی شعله‌ای هست. خب شعله‌ای که در تجزیه طیف شیمیایی استفاده میشن همطور که میبینید شعله‌های شیمیایی و داغی هستند که این شعله ها در واقع واکنش های شیمیایی خودکاتالیزی و بسیار پر انرژی را بین سوخت و اکسنده انجام میده. حالا سوخت چیا میتونه باشه؟ سوخت شامل هیدروژن، استیلن و پروپان هست و اکسنده که شامل اکسیژن، هوا
نیتروز و اکسید هست که همه اینها در فاز گازی رخ میده. بنابراین در شعله ها واکنش بین سوخت و اکسنده در فاز گازی به این ترتیب رخ میده. حالا ما یه تقسیم بندی در رابطه با شعله ها داشته باشیم. ما شعله رو به دو دسته تقسیم بندی میکنیم. شعله های از پیش آمیخته و پیش نیامیخته که تفاوت بین شعله از پیش آمیخته و پیش نیامیخته در منطقه احتراقیشون هست. یعنی چی؟ یعنی توی شعله های از پیش آمیخته شما سوخت و اکسندتون قبل از ناحیه‌ای که احتراق رخ بده، یعنی قبل از اینکه به دهانه مشعلتون برسه، با هم آمیخته میشن. در حالی که در پیش نیامیخته، در واقع سوخت و اکسنده در خود ناحیه احتراقی با هم مخلوط میشن. بنابراین میبینید که تفاوت اصلی در ناحیه احتراقی هست. اینجا قبل از رسیدن به ناحیه احتراق، در حالی که اینجا در خود ناحیه احتراقی سوخت و اکسنده با هم دیگه ترکیب میشن. در این قسمت از بحثمون روی انواع شعله ها صحبت میکنیم. متداول ترین شعله ای که شما دارید شعله استیلن یا هیدروژن هست که به عنوان متداول ترین شعله ها در نشر شعله ای مطرح میشه. شعله دیگری که داریم و شعله پروپان هوا هست که کمترین سرعت سوختن رو درش میتونیم ببینیم و بالعکس بیشترین سرعت سوختن رو هم در شعله اکسیژن استیلن داریم. شعله دیگری که داریم شعله سرد شده هست یا کولت فلیم ها که در این شعله ها اکسیدانت شما به همراه یک گاز بی اثر مثل N2 استفاده میشه و هر دو، یعنی ترکیب اکسیدانت و گاز بی اثر، وارد شعله میشه. حالا این وارد شدن در شعله باعث میشه که دمای شعله حدود 700 تا 800 کلوین کاهش پیدا میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون N2 به عنوان یک گاز بی اثر فقط مصرف کننده گرما هست، بنابراین به مقدار قابل توجهی گرما کاهش پیدا میکنه. حالا شعله های دیگری هم هست، مثلا برای بعضی از عناصر ساده مثل سدیم، پتاسیم و لیتیوم میتونه از شعله های پروپان متان استفاده بشه و گاهی سیانوژن و کربن مونوکسید هم استفاده میشه. حالا ما یه تقسیم بندی دیگه هم برای شعله ها داریم که بر اساس نسبت سوخت به اکسیدانت هستن. یعنی چی؟ اولین مورد شعله سوخت غنی هست. یعنی چی؟ همینطور که از اسمش مشخصه، یعنی شعله دارای سوخت اضافه است، یعنی سوخت درش به مقدار قابل توجهی وجود داره و بالعکس اکسیدانت درش فقیر و ضعیف است. شعله دیگری که داریم شعله سوخت فقیر هست و بالعکس شعله قبلی سوخت درش به مقدار خیلی ضعیفی وجود داره و بالعکس این شعله غنی از اکسیدانت هست، بنابراین خاصیت اکسید کنندگی در این شعله زیاد هست. شعله دیگری که داریم شعله های جدا شده از محیط هست. قبل از اینکه شعله جدا شده از محیط رو مطرح کنم، باید بهتون بگم شعله های اتمسفری در جو آزاد می سوزن. بنابراین اکسیژن در این شعله امکان نفوذ در شعله رو داره. در حالی که در شعله هایی که ربطی به اتمسفر ندارن و جدا شده از محیط هستند، در این شعله شما یک گاز بی اثر مثل نیتروژن یا آرگون رو از محیط جدا می کنید. همین کار باعث میشه که مقدار اکسایش آنالی در این شعله ها کمتر میشه. پس اینم مورد سوم. و شعله دیگری که داریم شعله استکیومتری هست. در شعله استکیومتری برخلاف شعله قبلی که گفتیم در یک نمونه سوخت زیاد بود و در یک نمونه اکسیدان، در اینجا نسبت سوخت به اکسیدان برابر، یعنی برابر استکیومتری میشه و همین جهت بهشون شعله استکیومتری گفته میشه. خب به این ترتیب این چهار نمونه شعله بود که بر اساس نسبت سوخت به اکسیدانت مطرح کردیم خدمتتون. خب مبحث بعدی که میخوایم در رابطه باهاش صحبت کنیم سرعت سوختن و سرعت بالاروی یا جاری شدن هست که قبل از اینکه حالا در رابطه با جزئیات صحبت کنیم، اول باید بگیم که سرعت سوختن و سرعت جاری شدن یعنی چی؟ سرعت سوختن در واقع به معنای سرعت واکنش شیمیایی احتراق است. سرعت بالا روی یا سرعت جاری شدن به معنای سرعت فیزیکی انتقال محتویات شعله است. حالا چند حالت ممکنه پیش بیاد. اگر سرعت بالا روی یا سرعت جاری شدن بیشتر از سرعت
سوخ باشه، قبل از اینکه بسوزه از سر مشعل بیرون زده میشه و جدا میشه. و ولی اگه سرعت سوختن کمتر باشه قبل از اینکه محتویات سوخت و اکسیدانتتون از مشعل خارج بشه، سوخته میشه و شعله به درون مشعل کشیده میشه. حالا ما اگر که سرعت بالا روی یا جاری شدن و سرعت سوختن با هم برابر بشه، گفتیم حالت ایداله و بهش میگیم چی؟ شعله پایدار. ولی اگر که سرعت بالا روی یا سرعت جاری شدن بیشتر از سرعت سوخ نباشه، شعله درون مشعل انتشار پیدا میکنه و شرایط پس زدن شعله اتفاق میفته و اینجا دیگه حالت پایدار وجود نداره. و حالت دیگری که میتونه وجود داشته باشه، وقتی که سرعت جریان بیشتر باشه، یعنی سرعت جاری شدن بیشتر بشه، شعله شما بالا میره و مشعل خاموش میشه. و این مواردی هست که در بحث سرعت سوختن و سرعت جاری شدن در شعله ها اتفاق میفته. خب خواص شعله ها، باید خدمتتون عرض کنم که بر اساس تقسیم بندی که برای شعله ها داشتیم، در این شعله ها در واقع شعله های از پیش آمیخته متداول تر هستن و در تجزیه شیفت شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرن. بیشتر توی شعله ها بیشتر به دنبال شعله های آرام هستیم. اغلب شعله ها در هوای باز میسوزن. یعنی چی؟ جو اتمسفر، فشار اتمسفر، بهشون میگیم اتمسفرینگ پرشر فلیم، که یعنی هیچ جو کنترل شده ای ندارن و در محیط معمولی در واقع می سوزن. در شعله ها با خروج مخلوط سوخ و اکسیدانت گاز منبسط میشه و وقتی گاز منبسط میشه کاری معادل با PDV انجام میشه که این انبساط شما گرماگیر هست و میتونه در نگاه اول مانع از تفکیک مولکول های مثل CO2، H2O و O2 بشه. ولی به نظر میرسه که به این ترتیب انرژی مورد نیاز برای تفکیک این مولکول ها برای انبساط گاز قابل استفاده نیست و این انرژی مورد نیاز برای این تفکیک این مولکول ها باعث میشه که دمای شما به 5000 کلوین برسه و به عنوان یه انرژی هست که برای انبساط گاز لازم هست. فقط اینجا بحث PDV که مطرح شد، این به عنوان رابطه کار مطرح میشه که کار رو به عنوان PDV در نظر میگیریم که P فشار هست و V تغییرات حجم بررسی میشه. به این ترتیب داغ‌ترین شعله هایی هم که در استفاده میشه در اتمسفر شعله سیانوژن هست که به عنوان سوخت اکسیژن به عنوان اکسنده هست که باعث میشه که در نتیجه حتی بعض وقتا دما به کمتر از 5000 کلوین هم برسه. خب به این ترتیب ما انبساط شعله باعث میشه که دما رو نتونید خیلی بالا ببرید و به عنوان یک عاملی هست که کمک کننده هست در ساختار شعله. خب حالا ساختار شعله، همینطور که توی شکل میبینید، به شکل دقت کنید، ما چند تا ناحیه داریم. یکی احتراق ثانویه هست که غیر از اون ناحیه‌های بین منطقه‌ای رو داریم، دارید اینجا نمایش رو میبینید، و بعد ناحیه احتراق اولیه و در نتیجه مخلوط سوخت و اکسیدان که هر کدوم از منطقه ها جایش مشخص هست و ناحیه مشخصی داره. خب سه ناحیه که توی اسلاید قبل توضیح دادیم، اول منطقه احتراق اولیه رو داریم که به این منطقه احتراق اولیه گاهی ناحیه مخلوط داخلی هم گفته میشه. شما در این ناحیه مخلوط سوخت و اکسنده به طور ترکیبی با همدیگه مشتعل میشن و واکنش های احتراقی شما تا کامل شدن یا تا جایی که اکسنده در دسترستون باشه سریعا انجام میشه. مورد بعد دیگه این که گازهایی که از داخل این منطقه احتراق اولیه عبور میکنن، مدت زمانی که طول میکشه تا از این منطقه عبور کنن 10 میکروثانیه هست و اینکه واکنش هایی که در این منطقه رخ میده تعادل ترمودینامیکی درشون وجود نداره. به همین دلیل در واقع ما توی منطقه احتراق اولیه دمای مشخص و معناداری رو نمیتونیم نسبت بدیم و این ناحیه به ندرت در روش های تجزیه استفاده میشه. حالا اگرچه مثلا گاهی اوقات خطوط اتمی ناشی از فرایندهای نورتابی شیمیایی رو شما میتونید در این ناحیه مشاهده کنید،
خب بر اساس شکلی که دو اسلاید قبل بود، ناحیه بعدی که میبینید ناحیه بین منطقه ای هست که گاهی اوقات بعضی اوقات منطقه بین مخروطی هم بهش گفته میشه که این ناحیه بلافاصله بعد از منطقه احتراق اولیه قرار داره. در اینجا شما تعادل ترمودینامیکی موضعی خواهید داشت و در گازهایی که در این منطقه از شعله وجود دارند به حد اکثر دمای خودشون میرسن. و مورد بعد این که سرعت بالا روی در این ناحیه تقریبا ثابت هست و به عنوان یک پارامتر ثابت بدون تغییر میمونه و گازها زمانی که از این منطقه عبور میکنن زمانی که مدت زمانی که طول میکشه در حدود چند میلی ثانیه هست تا این مسیر رو طی کنند. حالا به این دلایلی که گفته شد بیشتر مشاهدات تجزیه در این ناحیه انجام میگیره و مورد بعدی این که این ناحیه به عنوان یک ناحیه‌ای هست که دور از دسترس اتمسفر هست و ارتباط چندانی با جو اتمسفر نخواهد داشت. خب مورد بعدی منطقه آخر منطقه احتراق ثانویه هست که در واقع این منطقه در تماس با اتمسفر هست. اولا چون اگر شکل رو دوباره مرور کنید می‌بینید که منطقه آخر هست در ارتباط با اتمسفر خواهد بود و در این ناحیه شما اکسیژن و نیتروژن هوا به این ناحیه میتونه نفوذ بکنه و در نتیجه باعث ایجاد واکنش های اضافی برای شما میشه و در این ناحیه باید خدمتتون عرض کنم که شما نشر زمینه رو خواهید دید، پدیده خودجذبی اتفاق میفته. چرا؟ شما وقتی که شعلتون اکسنده کافی نداشته باشه باید در نظر بگیرید که منطقه احتراق ثانویه رو واضح تر خواهید داشت و در این ناحیه دما میتونه به دلیل گرمای تولید شده از واکنش های احتراق ثانویه افزایش پیدا کنه. و مورد بعد دیگه این که منطقه احتراق ثانویه میتونه شعله رو پایدار کنه ولی در حین پایدار کردن باعث همین پدیده نشر زمینه میتونه بشه و پدیده خودجذبی رو ایجاد بکنه و حتی در زمان اندازه‌گیری نشر آنالیز هم میتونه برای شما ایجاد مزاحمت رو داشته باشه. خب حالا مفهوم دما در شعله رو میخوایم توضیح بدیم. وقتی که صحبت از دما در شعله میشه باید در نظر بگیرید که ما دماها رو بر اساس تعادل ترمودینامیکی و شرایط آدیاباتیک ایدئال محاسبه میکنند که این دماها به یه سری پارامتر میتونه بستگی داشته باشه که یکی مثلا حضور یا عدم حضور ریزقطره‌های مایع هست که اینها باعث میشه که شما یک دمای تجربی دارید و یک دمای نظری. مثلا میگم دمای تجربیتون به این شرایط بستگی داره. شما اگر که از حضور یا عدم حضور ریزقطره‌های مایع ممکنه باعث بشه که دمای تجربیتون کمتر از مقدار نظری بشه. یا اینکه پارامترهای دیگه‌ای که میتونه اثرگذار باشه میتونیم طرح مشعلتون رو بگیم که بر روی دما اثرگذار هست یا نسبت مولی سوخت به اکسنده که خیلی زیاد پارامتر تاثیرگذاری هست یا سرعت جریان گازتون. همه اینها به عنوان پارامترهایی هست که میتونه بر روی دما اثرگذار باشه و میتونه دما رو بالا یا پایین‌تر از مقدار نظری نمایش داده بشه. و اینکه حالا یک سری پارامترهای دیگه‌ای که بخوایم بحث کنیم، برای مثال شما فرض کنید دمای تقریبا 2950 کلوین برای شعله‌های مثل شعله CH2N2O غنی از سوخت است که در این مواقع مقدارشون کمتر از مقدار نظری هست که 3150 کلوین هست. یا مثلا مورد بعدی که میتونیم بگیم در شعله های اکسیسیانوژن، در این شعله اولا که برای اهداف تجزیه‌ای به کار برده میشن دمای تجربیشون بعضی وقتا بیش از 4500 کلوین تعیین شده و در واقع یکی از داغ‌ترین شعله هایی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یا مورد بعدی این که شما اگه بیاید اکسیژن رو به جای هوا استفاده کنید باعث میشه که دمای نظری شعلتون از 700 به 800 کلوین افزایش پیدا کنه
یعنی دمای شما از 700 به 800 کلوین افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون N2 به عنوان یک گاز بی اثر در هواست که این گاز N2 میتونه گرما رو جذب کنه. و دیگه اینکه مثلا شما حد اکثر دمای نظری که برای شعله ها دارید گاهی وقتا میتونیم بگیم اغلب بیشتر از بین 20 تا 100 کلوین هست که بیشتر از دمای استکیومتریه. یا مثلا موردهای دیگه ای که شعله های استیلن وقتی استفاده میشن که شرایطتون غنی از سوخت باشه، که در این حالت چرا این اتفاق میفته؟ چون محصولات احتراقیتون به مقدار کمی تفکیک میشن و در نتیجه گرما رو از گازهای شعله میگیرن. بنابراین پارامترهای متعددی هست که میتونه بر روی دما اثرگذار باشه و دیدید که میتونن دما رو مثلا میگم اینجا در این حالت کم کردن یا اینجا دما رو فوق العاده بالاتر بردن یا استفاده از اکسیژن به جای هوا باعث شد که دمای شما از 700